بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت بعدیمون چی میخوایم یاد بگیریم؟ میخوایم کیو رو یاد بگیریم. کیو جز قشنگترین قسمت های ویپه. اوکی؟ مسلماً تا حالا براتون پیش اومده زنگ میزنید به یه جایی، اوکی؟ میگه شما پنجمین نفر در صف انتظار هستید، زمان تقریبی تا وصل شدن به اولین اپراتور فلان قدر. اوکی؟ 100% این رو تا حالا شنیدید. این کیو است بچه. کیو فرزند خلفه. اوکی؟ کیو فرزند خلفه چیه؟ فرزند خلفه به قول رینگینگ گروپه. اوکی؟ من اینجا هم توی کیو هم اینه همون رینگینگ گروپ یک داخلی بهش میدم، بعد یک نیم بهش میدم، مثلا چه میدونم فایننس. اوکی؟ و میتونم یک پسوردی رو براش ست کنم. اوکی؟ حالا من اینجا یه گزینه دارم، یه دونه استاتیک ایجنت، یعنی داینامیک اکستنشن. داینامیک ها یعنی که اونا داینامیک جوین بشن، استاتیک ها یعنی من از پیش تعریف شدن. میام دوباره اینه اونا رو مربوط به رینگینگ گروپ اینا رو جوینشون میکنم. گزینه کنارش داره، اینو بهش میگن ویت، اینو بهش میگن ویت، که حالا ببینیم چه کاربردی داره. آقا اولا چند تا گزینه بال داریم. یه نوع رینگینگ استراتژیه. رینگینگ استراتژیاش یه سری گزینه‌های خیلی حرفه‌ای‌تر به نظر میاد داره و یه سری کارهای خفن‌تر رو برای ما انجام میده. اوکی؟ یه سری کارهای خفن‌تر و باحال‌تر رو برای من انجام میده. اوکی؟ که حالا در ادامه بد نیست که اینا رو هم با هم بررسی کنیم. اول رینگ آل مثل همون رینگینگ گروپه، میگه همه با هم گوشیشون زنگ میخوره. بچه امروز دیگه کسی از رینگینگ گروپ استفاده نمیکنه، همه ترجیحشونه که از کیو استفاده کنن، ولی خب خیلی جام رینگینگ گروپ رو دوست دارن به خاطر اون خاصیتی که داره همه زنگ میکنن فلان ازش استفاده میکنن. گزینه بعدی least recent، یه رینگ ایجنت. ایجنت یعنی معمول دیگه، یعنی اون کسی که الان عضو این گروه هست. which was least recent called by this queue، میگه اون کسی که کمترین تماس بهش به قول معروف جواب داده. اوکی؟ کمترین تماس رو جواب داده. اوکی؟ تماس بهش برقرار شده، وصل شده بهش. fewest call ring the agent with the fewest complete calls from the queue، بیه اون کسی که کمترین تماس بهش برقرار شده و تماس رو به اتمام رسونده. رندوم، به صورت رندوم زنگ میزنه، هر بار یه نفر زنگ میخوره. RR memory round robin، رشته کامپیوتر بودیم دیگه، الگوریتم راوند رابین. with memory یعنی با memory، یا remember where we left off last ring pass. اوکی؟ که حالا این الگوریتم راوند رابین رو باید بخونید که بدونید دقیقا چه جوری به چه ترتیب اینا زنگ میخوره. RR ordered میگه same as RR memory، میگه مثل راوند رابین memory، except به غیر از این که the queue member order from the config file is preserved، میگه بر اساس اون فایل کانفیگه. گزین چی شد؟ رینگ استراتژی من مستثم خود linear، به صورت خطی زنگ میزنه. ring the agent in order specified for dynamic agent in the order they logged in، یعنی چی؟ میگه به ترتیب به صورت دایره وار زنگ میزنه برای اون داینامیک ایجنت ها نسبت به اینی که الان کدومشون آنلاین شدن. چون داینامیک ایجنت ها ممکنه باشن، ممکنه نباشن دیگه، فرق داینامیک ایجنت و استاتیک ایجنت رو گفتیم. و گزینه آخر که بسیار گزینه قشنگیه، دبلیو رندوم، میگه رندوم زنگ میزنه بهشون، ولی ویت رو در نظر میگیره به عنوان یه پنالتی. این شماره هست اینجا قرار گرفته، مثلا ما می‌خوایم یه کاری کنیم این طرف بیشتر زنگ بخوره، حالا یا می‌خوایم حالش رو بگیریم یا اینکه مثلا می‌خوایم مثلا جایزه بدیم، مثلا فروشه، مثلا تو شرکت ما بچا مثلا نیروهای قسمت فروش از توی فروش قطعات درصد می‌گیرن، از توی فروش قطعات درصد می‌گیرن. اوکی؟ خب حالا من بچا تو این کیوی که دارم، خب میتونم بگم کال ریکوردینگ براش فعال باشه. اوکی؟ و ببخشید کال ریکوردینگ چه وایسی براش فعال بشه، ولی یه چند تا گزینه باحال داره. یکی ریکوردینگ مود، اوکی، که آقا تماس ضبط بشه یا نشه. و گزینه قشنگش اینجا میشه، میگه ماکس ویت تایم. یعنی چی؟ حد اکثر یه یوزر چقدر معطل بشه،
چقدر معطل بشه. مثلا بعض وقتا دیدید بچه ها مثلا به اسنپ که زنگ میزنه اینقدر معطل میشه، آدم دوست داره قطعش کنه. اوکی، دوست داره آدم قطعش کنه. به این میگن ماکس ویت تایم، که اینو شما باید نسبت به اون چند تا ایجنت دارید، اولا باید ببینید چند تا نیرو دارید اونجا، یک، و دوم اینکه بشینید در بیارید به طور میانگین مثلا هر تماس چقدر طول میکشه. اوکی اوکی بچه ها، پس در اینچه من میتونم مثلا باید بشینم حساب کنم، مثلا با یه دونه مثلا مثال میزنیم، هر تماس مثلا من چنام 4 تا نیرو دارم، تماس هر کدوم از اینا مثلا ماکسیموم 2 دقیقه طول میشه، پس اگر هر کسی حتی صف من پر باشه حتی اکثر 8 دقیقه معطل بمونه میتونه جواب بده. اوکی دیگه چی؟ آقا چند ثانیه یه بار اعلام کنه چقدر نفر هستن، چقدر دیلی بزنه. ایجنت انانسمنت، موقع ایجنتی میاد چه وایسی اعمال بشه، چه وایسی رو براش پخش کنه. اوکی کپیسیتی آپشن، این خیلی خوبه، حد اکثر چند نفر بتونن تو این کیو من بیان. گفتیم حسن کیو نسبت به رینگینگ گروپ چیه؟ رینگینگ گروپ 4 نفر هم که توش باشه، به من از که طرف زنگ زد اولین که جواب داد دیگه کیو تماس قطع میشه، بعد دومین نفر، سومین نفر، 4 نفر، این تا 4 نفری که دارم 4 نفر میتونه جواب بده. ولی کیو چون میتونه مردم رو بذاره تو صف، انتظار، حسنی که داره چیه؟ اینه که میتونه بیش از مثلا اون تعدادی که هست رو سرویس بده. مثلا من میتونم 4 تا اپراتور دارم ولی 12 نفر رو بذارم تو صف، ولی خب نباید باعث نارضایتیشون باشم. اگه 4 تا دارم مثلا 8 تا منطقیه، میگم حتی اکثر 8 نفر بیان. بعد میگه اگر هیچ اپراتوری نبود آیا اجازه داره کاربر من بیاد تو صف انتظار؟ نه، مثلا اصلا منطقی نیست. leave empty، اگه همه اپراتورهای من با هم یه دفعه رفتن چی بشه؟ بندازم بیرون کلاینت را هم علیکی معطل نشه؟ میگم آره. اوکی؟ color position announcement، میگه چند ثانیه یه بار بیاد اعلام کنه که شما چندمین نفر در صف انتظار هستید، مثلا میگیم 45 ثانیه یه بار. بعد میگه بگه چند نفر چندمین نفرید. اوکی دیگه چی؟ میگه بگه چند ثانیه قرار معطل بشی. اوکی بگه چند ثانیه قرار معطل بشی. خیلی خوبه، اوکی پس میتونیم تک تک اینا رو براش مشخص کنیم و خیلی گزینه‌های بیشتر، ولی خب این گزینه‌هایی که من گفتم گزینه‌های مهم میشه. و طبق معمول fail over distinction، میگه اگه هیچکی جواب نداد یا به مشکل خورد هر چیزی چیکارش کن؟ مثلا به عنوان مثال به منشی ما متصلش کن. به این میگیم کیو یا صف انتظار، اوکی؟ امیدوارم لذت برده باشید.